آقای محمود شما تو با اون صحبت نمی‌کنید. محمود زبدری دارم می‌ذارم. آقای محمود. محمود گوش آقا. دریان یه پارچه سفید دل در اینه که دماغ هر کالیته چون دماغش هر جا بگیره میبره برای ماشین خوب بیست. آقا ما اینو عباله دارم بچه ها تیگیش انجام میدن حتما از گروف هر نخ مشکی میبستیم خب معلوم نیست آقا اون نخ من خلط چه یا آقا خواهش میکنم قربان خواهش میکنم خواهش استاد بروفر به فقار استاد پیش کسبت عرصه کامپورت خوش اومدید به بخش آخر فصل اول تریپ شو. امیدواریم که از دیدن و دنبال کردن ما تا اینجای کار لذت برده باشید. شب آخر قرار بر این بود که برنامه توی کمپی وسط جنگلای هیرکانی ضبط بشه. احتمالاً نیازی به توضیح نیست که چرا ما الان وسط آمفی‌تئاتر بام هیرکانی هستیم. In the house. ملت فهمیدم پلی بک. آخو. اسمی کردم لوبات میداد بهمون گفت. شارژش کنین. خب فهم. ما همه فهمیدم ما پلی بک داریم میخونیم. آبرمون رفت. آقا لو پاور ولش کنین. یه برقش کنین. لو پاور شد. آتیشی نیست بلال رو چیکار کنم؟ خاکستره برو من واقعا تشکر زیاد بلا پدرتو بیامرزه سگ اصلا بلال محبود میخوای ادامهشو من برم؟ آقا محبود نمیشنوه میخوای بذاری تو آب تمرکزشو کار بالاست هیچی نمیشنوه محبود نمیخوای بذاری تو آب نمک کنه رو عزیزم آقای منافایر الله اکبر الله اکبر ببین آخر شبی من اوقات تلخی میکنم یا نه آقا اون آب نمکه؟ نه خودت باید بیاری به آقا محمود آفرین کار آن که که اونو باید بیاری خب میتونه 300 لو بیاری این زغال رو بردارم بکنم تو چشم آقا محمود زشته اینجا دوربینا ضبطه آقا ببین برای تو چی آوردم باری کرده واقعا تو شما روش هم زدن رو نگاه کن ببین سوخته رو بده کالیتا ببین این میره داخل تخصص بلال ستایی با هم اینم میره داخل آفرین و اولی در میخواه بلال کجا خوندی تو این دانشگاه بلال خونده بودی آقا بعد اینو اینجوری میگیری هم میزه بابا چی آقا این چه کاریه خب همون اون تو بچرخون خدمت شما 20 تومن من نمیخورم ممنون اینو بده به آقای کالیتا منم نمیخورم اونم که خودت بخوابشم که میدیم آقای سرم درسته که تا اینجای کار همه نقشه‌هامون نقشه براب شد اما قرار نبود که بهمون بد بگذره برای همین به بچه‌ها پیشنهاد بازی دادیم توی بازی اول قرار بر این شد که به ترتیب کلمه‌ای به یه ماجرای خیالی اضافه بشه ما بقیه ماجرا رو هم خودتون ببینید آقا من اومدم من اومدم دیدم رسیدم من اومدم دیدم رسیدم کوش من اومدم دیدم رسیدم کوش اونها 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 ای او رفت من اومدم دیدم رسیدم کوش اونها ای او رفت
اومد. من اومدم دیدم دیدم رسیدم کوش اونهاش ا او رفت. تو چی گفتی یادم رفت؟ تو خودم هم یادم رفت. چی گفت واقعا؟ رفت اونها از زمه و کسره شده داریم استفاده میکنیم. او اچیه مسخره بازی. او چیه؟ او از اول بریم آقا، از اول بریم. اوکی. آره دیگه از اول باید از اول بریم. موتور سواری؟ موتور سواری دولا. موتور سواری دولا دولا. موتور سواری دولا دولا نمیشه. موتور سواری دولا دولا نمیشه ولی موتور سواری دولا دولا نمیشه ولی سلا سلا یعنی چی؟ آقا گفته موتور سواری دولا دولا نمیشه ولی سلا با اونا موتور سواری اونا با باشن. آره موتور سواری دولا دولا نمیشه ولی سلا با اونا میشه. موتور سواری دولا دولا نمیشه ولی سلا با اونا میشه. چارلا موتور سواری آقا این همه کلمه تو دنیا وجود داره. من میرم بالا. موتور سواری دولا دولا نمیشه ولی سلا با اونا چارلا شاید بشه. چرا؟ سلا میشه. سلا میشه. 86 ست کردم. برو بیرون. سلا دولا چارلا پنگلا کلمه بعدی تا پنگلا. اگزیت فایر. آقا برم. خب بخواه برم اون بر یا نه همی چی خاموشه؟ برم اون بر. صدا میاد. صدا میاد ولی کم میاد. صدا میاد ولی کم میاد. یهو زیاد میاد. صدا میاد ولی کم میاد. یهو زیاد میاد. شاید دوره. صدا میاد ولی کم میاد. یهو زیاد میاد. ولی دوره. نه بابا نزدیکه. صدا میاد ولی کم میاد. زیاد میاد ولی دوره. یهو زیاد میاد. من فکر کنم سوختم. آره آقا من رنگ برد رو ندیدم تو این سفر. تو زندگی برنده ای. من یه چیزی به ذهنم رسید حالا بهت میگم راجبش. بگو. من بگم درباره این دو روز. راجب این دو روز. ببین اولین باری که زنگ زدی گفتی این داستانو ما داشتم فکر میکردم که با کی بریم. با کی بریم که خوش بگذره بهمون. اسمای همه آدما میومد تو ذهنم. ولی گفتم این نمیدونم چه جور آدمی، شاید خوش نگذره، شاید تو خط فکری ما نباشه. که نبود. که نبود. ولی خوش گذشت. ولی نبودن نمیخندیدیم انقدر. آره خیلی خندیدیم. حضور این دوتا تو این دو روز خیلی به ما کمک کرد که خوش بگذره بمون. آره، واقعا ممنونم که این فرصت رو به ما دادی. واقعیتشون خیلی خنده داره. یعنی من داشتم میگم یه دوربین 24 ساعت باید اینا رو ضبط کنه. ولی حالا واقعیت سفر به نظر من از اوجب واجبات بابا جدی دارم خفه چرا میخندی؟ نه به خدا از چیه؟ اوجب واجبات. نه میدونی چرا؟ اوجب خب میدونی چرا؟ چون میدونی چرا؟ میدونی سرا آی فردوسپور چون که علل خصوص حالا برای جوانای همسن و سال من و من که فقط باید کار کنیم خب که حالا عقب نمونیم از دست میدیم اون تایمی که باید بذاریم. آقا چه میدونم من با محمود برم رفیقم بالاخره یا مثلا با تو برم محسن مسافرت یا با مهیار یا با رفیقای دیگه. بله بله. آره تو که نمیای دیگه فکر کنم بعد این بری لذت ببری از این که کنار دوستتی کنار خانوادتی یا حالا هر چیزی. آقا من یه سوال باحال به ذهنم رسید از اونجا مثلا از هر کدومتون میپرسم تنهایی سفر کردن
به نظرتون جذابه یا حالا گزینه دو مثلا بشه دوست، خانواده؟ هر کدومش یه لذتی داره. من احساس میکنم تنهایی سفر کردنه، حالا تا حالا تنهایی سفر نرفتم، احساس میکنم خیلی میتونه چیز باشه، ترسناک نه، خیلی میتونه. خیلی جذابه. نه من سفر کردم زیاد، خیلی جذابه. تنها. آره آدم خیلی فکر میکنه. آره. مشهد، اصفهان، شیراز، اینا همه تنها. آره تو مثلا به خصوص مثلا یه جایی بری غربت، آره، خارج از ایران. تنها باشی یه غربتی میگیرتت عجیب. خب تعریف کن آقای کاتالیزور. شما بفهمید. کاتالیزور بفهم، شما بفهمید. چی بگم؟ از کجا بگم برات؟ هر جو دوست داری بگم. وسطاشو بگم. وسطاش. علیو میشناسی؟ بله بله. کدوم علی؟ از بس همه رو میگی ستون، ستونم. مگه اینجا رجای شهره؟ ستون من اوکی هم. وکیل بند. علیو دیدی پایین؟ نه. نه دیدی؟ علی من داشتم میدیدم اومد سلام و علی تو مره بودی که علی به من شلوار ری داد. خندت نمیگیره نه؟ ای علیه علی. نه این با این چیزا خندش نمیگیره. من میدونم باید مسخرش کنیم به خنده. من یه سوالی دارم. بفرمایید. آقا ایشون چرا خودشو فامیلیشو، شما فامیلی چیه؟ آبادی خواه. آبادی خواه. برعکس فامیلیت. ما داریم همش چیز میکنیم بچه رو بکشیم بیرون از این. نه چرا خودش محمد کالیتا معرفی کرد؟ شاید مردم فکر کنن فامیلیش کالیتا. آره. خیلی جاها آقای کالیتا صداش میکنن. اون دفعه تو فرودگاه کارمون داشتن آقای کالیتا وسط فرودگاه خراب کردی اینا. آره کالیتا یعنی چی؟ کالیتا یعنی چی؟ کالیتا یه دم افزار قهوه است. چرا اسم دم افزار رو خودت چرا دم افزار قهوه رو گذاشتی رو خودت آقای؟ چرا اسم سخت افزار رو خودت گذاشتی؟ یعنی من بگم آقا به من بگی معیار کتری هایی بباد. چرا؟ بعد میشنه؟ من محمد کالیتا هستم. با مردم فکر کنن کالیتا فامیلیته. اوه محسن آفتابه هستم. یعنی چی؟ بازی بود مگه؟ بله آقا داشتن میخندیدن اینا. شما خندیدی؟ نه من نخندیدم. بفهم بیرون آقای کالیتا دیرزور. بابا این خیلی خدایی نامردی. من خواستم تازه صدا فیل در بیارم. آقا بذار صدای فیل در بیاره. فکر می‌کنم ما با صدای فیل می‌خندیم. ولی نمی‌خندیم. من برم اونور. اینجا. محسن منو تو موندیم. محسن می‌خوام یه کاری کنم. بخندی. منو آفرین. یا منو بخندون یا من تو رو بخندم. آقا شکلک میشه در آورد. در بیار آره. شکلک تو این چه میمونیه؟ بردم دیگه بعدش خندیدم. زیر دو ثانیه. آقا خروج منو بگیری من دارم میرم بیرون. خدافظ. این چرا اینجوری؟ چقدر قهوه مصرف میکردی در روز؟ تقریبا فکر کنم 40 کیلو. 40 کیلو قهوه؟ بله. واقعا چی شد که این اتفاق افتاد محمد؟ چون یه روز تو خونه بودیم دیگه قهوه خوردیم و شروع شد دیگه. محمد خیلی ها مثل تو دارن الان این برنامه رو نگاه میکنن. بله. صحبتت با اینه که اعتیاد شدید به قهوه پیدا کردن چیه؟ صحبت خاصی ندارم. نمیتونی صحبت کنی؟ نه تکلمم از دست دادم دیگه تا حدودی. صحبتی ندارم. صحبت سخته صحبت کنم. بچه محمد تشویق کنیم. عالی عالی.
آری کلا محمد، میدونم حس قشنگی، حس رهایی از اعتیاد به قهوه. بله بله، آفرین، انشالله که تو تمام مراحل زندگی موفق باشی. خداحافظ کمی غمگین، خداحافظ همین حالا. خب رفقا، این سفر هر چی که بود گذشت، اما ای کاش نمیگذشت. با اینکه رفقای همسفر تریپیانو همه نقشه‌هامون رو به هم زدن و نقشه براب کردن، با اینکه تصور ما این بود که سفر خوب تنها با برنامه‌ریزی دقیق قابل انجامه، اما باورتون نمیشه که ما با گوشت و پوست و استخونمون حس کردیم که بدون برنامه میشه در هر لحظه خوش گذروند و صفا کرد. امید که تنتون و تنشون سلامت باشه و امیدواریم که از دیدن این برنامه لذت برده باشید. سفر کنید و سفر رو آسون بگیرید. بچه ها، سخت‌ترین بخش زندگی ما آدم ها بخش خداحافظیه، به خصوص خداحافظی از عزیزامون. خیلی سخته که شما یه نفر رو خیلی دوست داشته باشی و ازش خدافظی کنی. میدونم منو خیلی دوست دارین. خدافظ. خدافظ کمی غمگین البته، و خدافظ همین حالا.